زن با لوندی عمامه آیت الله فلسفی رو بر میداره و روی سر خودش میذاره. محمد تقی فلسفی واعظ معروف تهران بود. هر بار که منبر میرفت از تقوا و پاکدامنی و صداقت حرف میزد. مخالف شاه هم بود و از نزدیکان خمینی. زن جوان عمامه شیخ رو روی سر خودش گذاشت و آروم آروم شروع کرد به لخت شدن. بعدش عمامه رو پیچید دور کمرش و با زیرکی کاری کرد که شیخ هم باهاش همراه بشه. میگن حتی کاری کرده که شیخ پاشه برقصه. این زن تله ساواک بود برای یه تعداد از آخوندا. مامورا از همه صحنه ها عکس و فیلم گرفته و فرستاده بودن برای شاه. میگن شاه هم دستور داده کارتون رو ادامه بدی تا وقتش برسه. برنامه ریز این عملیات یکی از مهمترین شخصیت‌های امنیتی تاریخ معاصر بود. این ویدیو رو ببینید تا با این چهره بیشتر آشنا بشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک یا همون سازمان اطلاعات و امنیت کشور در زمان شاه بود. بعضیا میگن ثابتی بانک اسرار حکومت پهلوی بود. بعضیا اونو یکی از قدرتمندترین و ترسناکترین آدمای دوره پهلوی میدونن. 20 سال برای ساواک کار کرد و شاید بعدش هم نمیومد که به عنوان یه مرد خشن و بیرحم بشناسنش. یه مدت شایعه شده بود ثابتی تو دهن محمود طالقانی ادرار کرده تا به حرفش بیاره، یا ناخون زندانیای سیاسی رو میکشیده و یا دستور میداده به زندانیای زن تجاوز کنن. البته خودش هیچ کدوم از اینا رو گردن نمیگیره. پرویز ثابتی رو آدم خیلی مرموزی میدونن، پس برای این که بهتر بشناسیمش از زمان تولدش شروع میکنیم. فروردین 1315 بود که پرویز ثابتی به دنیا آمد. موقعی که هنوز رضا شاه تو قدرت بود و 5 سالی مونده بود تا متفقین به ایران حمله کنند. محل تولدش هم اینجاست. سنگسر سمنان. خانوادش جز بهائیای این منطقه بودن. نوجوانیش رو هم اینجا گذرونده. مدرسه فیروز بهرام توی تهران که یه مدرسه زرتشتیه. همینجا بود که با محمد مصدق آشنا شد. اوایل خیلی طرفدارش بود اما بعدها از مخالفینش شد. ثابتی از دبیرستان که فارغ التحصیل شد رفت دانشکده حقوق دانشگاه تهران. درسش که تموم شد به جای اینکه به استخدام قوه قضاییه یا دادگستری در بیاد و قاضی یا وکیل بشه رفت ساواک. این کارش انگار یه دلیل جالبی داشت. خودش میگه از نوجوانی به کارهای سیاسی علاقه داشته. برنامه ریزیش هم این بوده که وارد دادگستری بشه و از طریق وکالت وارد کارهای سیاسی بشه، اما وقتی که دیده ساواک داره نیرو جذب میکنه فکر کرده این یه فرصت بهتره، یه جور راه میانبر که زودتر و سریعتر وارد سیاست بشه. 22 سالش بود که جذب ساواک شد. از همون ماهای اول ورود مسئول بخش بررسی‌های سیاسی امنیت داخلی شد. ثابتی به سرعت رشد کرد، سلسله مراتب و گذروند و به یکی از بانفوذترین شخصیت‌های ساواک بدل شد و مدیریت امنیت داخلی ساواک رو به عهده گرفت. حسین فردوس گفته پرویز ثابتی یه آدم جاه طلب و بلند پرواز بود. این حرف فردوس انگار هم مثبت هم منفی. جالب اینه که بعضی دشمناش هم ازش تعریف کردن. مثلا داریوش فروهر از دانش و هوش ثابتی تعریف کرد و رضا براهنی هم از خوشپوشی و خوشلباسیش. ثابتی وقتی کارشو شروع کرد تیمور بختیار رئیس ساواک بود و فقط 3 سال از تأسیس این سازمان میگذشت. طبیعتا ساواک آمادگی جذب جوانای کنجکاو، باهوش و وفادار به شاه رو داشت. البته بختیار نمیدونست که داره عامل ترور خودش رو جذب میکنه. پرونده بختیار یکی از مهمترین کارهای ثابتی تو ساواک شد. بختیار اولین رئیس ساواک بود اما بعدها متهم به خیانت شد و ساواک طرح ترورش رو توی عراق اجرا کرد. این عملیات به مشهور شدن ثابتی خیلی کمک کرد.
چون هم مسئول پرونده بود، همین که اومد توی تلویزیون تا به سوالای خبرنگارا جواب بده. البته ثابتی توی خاطراتش اعتراف میکنه که بعضی سوالا رو خودشون داده بودن به خبرنگارا. ترور یا اعدام تیمور بختیار دی 1349 اتفاق افتاد. اون موقع حسن پاکروان رئیس ساواک بود، اما چون ثابتی در جریان جزئیات پرونده تیمور بختیار بود، با اجازه شاه برای مصاحبه تلویزیونی انتخاب شد. کچلوار شیکش و پوشید و با اعتماد به نفس اومد نشست جلوی دوربین و خبرنگارای داخلی و خارجی. درباره توطئه و خیانت تیمور بختیار به شاه توضیح داد و گفت که بختیار دنبال کودتا در ایران بوده. توی این مرحله ثابتی معاون اداره کل سوم امنیت داخلی ساواک بود. 10 سالی میشد که روی آخوندا زوم کرده بود و داشت اطلاعاتشون رو جمع میکرد. مهمترینشون روح الله خمینی بود که خودش و طرفداراش سعی داشتن بعد از مرگ آیت الله بروجردی مرجعیت شیعه رو از عراق به ایران انتقال بدن. این کتاب یعنی در دامگه حادثه یه مصاحبه خیلی مفصل با پرویز ثابتیه. اینجا میگه تا زمان زنده بودن بروجردی روابط شاه با روحانیون حسنه بود. دقیقاً از سال 1340 و بعد از شروع اصلاحات ارضی و دادن حق رأی به زنها، رابطه شاه و روحانیون تیره و تار شد و ما تو ساواک تا اون زمان روحانیون رو در گروه‌های طرفدار رژیم و یا بی‌طرف قرار داده بودیم و بعد این دوره بود که اطلاعات مربوط به روحانیت در اداره مربوط با روحانیون افراطی و مخالف جمع می‌شد. مرگ بروجردی یه نقطه عطف خیلی مهم بود. تا اون زمان خمینی شهرت زیادی نداشت و بعد از سال 40 اسمش کم کم مطرح شد. ثابتی نهضت آزادی رو عامل به شهرت رسیدن خمینی میدونه و اصرار داره که محمود طالقانی و مهدی بازرگان از خمینی به عنوان جانشین بروجردی طرفداری کردند و اصلا اونا بودن که خمینی رو علم کردن. خمینی هم از همه تونتر اعلامیه میداد و به خاطر رابطهش با فدایان اسلام یه تعداد از اسلامگراهای افراطی طرفدارش شده بودن. یه تعداد از شاگرداش هم دست به کار شدن تا اسمشو مطرح کنن. ساواک بین روحانیون نفوذی داشت، ولی یکی از شنیدنی ترین بخش خاطرات ثابتی مربوط به رسوایی اخلاقی یه تعداد از آخوندای مشهوره، مثل شجونی و فلسفی. در حقیقت این یه عملیات برای ساکت کردن بعضی از آخوندهای مخالف شاه بود. قرار شد مدارکی علیه اونا جمع کنن، مخصوصاً اونایی که بالای منبر از پاکی و طهارت و صداقت و اسلام و ایمان صحبت میکردن ولی آلوده به فساد اخلاقی بودن. در این مرحله این عملیات برای 5 تا از آخوندها اجرا شد. برای محمد تقی فلسفی، عبدالرضا حجازی، محمود قومی، جعفر شجونی و محمد صادق لواسانی که همه واعظای معروفی بودن و طرفدار خمینی. حتی لواسانی نماینده معتبر خمینی تو تهران و مسئول جمع‌آوری پول برای اون بود. ثابتی مسئول این عملیات بود. ایده کلی این کار رو از روس‌ها گرفته بود. اینکه مخالفا رو توی دام بندازی و ازشون آتو بگیری و بعد مجبورشون کنی که یا سکوت کنن یا آدم تو بشن. ثابتی اجرای کار رو به یکی از کارمندای ساواک سپرد که انگاری خودش هم از این پروژه خیلی خوشش می اومد. اونم رفت یه خونه خوب اجاره کرد. مامورین فنی هم توی بعضی اتاقا دوربین فیلم برداری و عکس برداری و میکروفونای ضبط صدا کار گذاشتن. چند تا زن جوون رو برای این کار استخدام کرده بودن که عاشق کارهای پلیسی و ماجراجویانه بودن. یکیشون که خیلی با استعدادتر بود برای این عملیات انتخاب شد. روش کار اینطوری بود که این زن به نحوی خودشو به آخوندهای مورد نظر نزدیک میکرد. به بهانه اینکه مسئله شهری داره و میخواد از اونا سوال بپرسه، باهاشون ملاقات میکرد و بهشون میگفت که شوهر داره، ولی شوهرش از لحاظ جنسی اون رو ارضا نمیکنه و اصلا خونه نیست و سه ماه میره سفر. در نهایت هم میپرسید از لحاظ شرعی تکلیف من چیه؟ باید از شوهرم طلاق بگیرم یا اینکه بسوزم و بسازم؟ زن بعد از 1 یا 2 جلسه ملاقات موفق میشد تومه رو به طرف خودش جلب کنه.
در ضمن وانمود میکرد که وضعیت مالیش خیلی خوبه و شوهرش هم معمولا تو سفرهای طولانی خارج و داخل کشوره. اونا هم تشویق میشدن برای گذروندن وقت با زن به خونش برن که امنیت کاملی هم داره. هر 5 تا آخوند که توی تله اطلاعاتی ساواک بودن به ترتیب به منزل اون زن رفتن و از همه اونا فیلم و عکس تهیه شد. اون مامور هم طبق دستوری که بهش داده بودن سعی میکرد تو اتاق خواب جلوی دوربین حرکاتی بکنه که سوژه هم متقابلا حرکت سبک و زننده ای انجام بده. مثلا توی فیلم مربوط به فلسفی زن عمامه فلسفی رو بر میداره، روی سر خودش میذاره و بعد آروم آروم که لخت شد عمامه رو دور کمرش میپیچه. ثابتی ادعا کرده که این زن حتی بعضی از این آخوندها رو به رقص و مشروب خوردن هم وادار کرده بود. از همه این صحنه ها عکس و فیلم گرفته بودن. در نهایت ارتش بود نصیری که اون زمان رئیس ساواک بود این عکس ها و فیلم ها رو برای شاه میبره. ثابتی تعریف کرده که شاه هم بعد از دیدن عکس ها و فیلم ها گفته کارتون رو ادامه بدید و مدارک کافی رو جمع کنید تا به موقع ازش استفاده کنیم. اما وقتی عکس ها منتشر شد آخوندها ادعا کردن مونتاژه. حتی بعدن تلویزیون جمهوری اسلامی ایران یه مستند درباره محمد تقی فلسفی ساخت تا ثابت کنه اون اتفاق اصلا نیفتاده و همش ساختگی بوده. از شجونی هم همین چند سال پیش درباره اون عکس‌ها پرسیدن که گفت انشالله که مونتاژه. اونی را که به فلسفی نسبت دادند گفتند واقعیت. نه، من به آقای فلسفی کاری ندارم چون اینجا مرحوم. من راجع به خود شما میخوام بپرسم، عکس شما مونتاژ بود یا واقعیت داشت؟ ایشالله مونتاژ بود. ایشالله مونتاژ. اوج کار پرویز ثابتی تو همین دهه 50 بود، زمانی که هم باید حواسش به روحانیون مخالف باشه و اونا رو کنترل کنه، همین که با فعالیت‌های مسلحانه به خصوص از طرف چپ‌ها مبارزه کنه. ثابتی توی مبارزه با این گروه‌ها از بیژن جزنی فعال چپ و بنیانگذار سازمان چریکای فدای خلق گرفته تا صفایی فراهانی فرمانده نظامی تیم جنگل در عملیات سیاه‌کل نقش مهمی داشت. بیشتر اعضای چریکای فدای خلق رو به جوخه اعدام سپردن و بعد هم مبارزه با سازمان مجاهدین خلق رو شروع کردن. خیلی ها اعدام شدن، اما مسعود رجوی یکی از اعضای عالی رتبه سازمان مجاهدین خلق نجات پیدا کرد با اینکه جزو لیست محکوم به اعدام بود. اصرارای برادرش کاظم رجوی مسعود رو نجات داد. کاظم رجوی به ادعای پرویز ثابتی مأمور ساواک توی سوئیس بود و حقوق هم از ساواک می گرفت. ثابتی هم یه نامه برای شاه می نویسه که برادر مسعود یعنی کاظم خدمات زیادی به ساواک کرده و به خاطر برادرش هم شده لطفاً یه درجه تخفیف بدید به مسعود. شاه درخواستش رو قبول می کنه و مسعود اعدام نمی شه. اون موقع یه روایتی وجود داشت که روسا واسطه شدن برای آزادی مسعود، ولی پرویز ثابتی میگه این ادعا اصلا درست نیست. متاسفانه یا خوشبختانه من واسطه شدم برای آزادی و زنده موندن رجوی. ضمناً ثابتی تأکید کرده که مسعود رجوی در بازجویی ها همکاری کرده و خیلی از آدم ها رو لو داده بود. سال 1355 شده بود و ثابتی دیگه یه نیروی تازه کار برای ساواک نبود. اوضاع داخلی ایران هم اصلا خوب نبود. به همریختگی اقتصادی و سیاسی سلطنت پهلوی رو به یه وضع بحرانی رسونده بود. خود ساواک هم یکی از عوامل اعتراض فعالان سیاسی بود، سازمانی که صدای هر مخالفی رو توی نطفه خفه میکرد. ثابتی هم دیگه حسابی توی کار خودش کار کشته شده بود. به هر حال 17 سال از عمر کاریش برای ساواک میگذشت و زیر و بم مخالفای داخلی دستش بود. حتی توان این تحلیل رو داشت که بدون اتفاقای مهم خارجی چه تأثیری روی فعالیت مخالفای شاه داره و برای همینم نامه‌های آخرش به شاه از لحاظ تاریخی خیلی مهمن. در بین این نامه‌ها دو تاشون از اهمیت بیشتری برخوردارن. اولی مربوط به آذر 1355 و بعد از اینکه جیمی کارتر به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد. ثابتی یه نامه نوشت برای شاه و گفت با توجه به اینکه کارتر موقع مبارزات انتخاباتی علیه شاه ایران صحبت کرده، مخالفین شاه امیدوار شدن به حمایت آمریکا از اونا. ثابتی به شاه هشدار میده که اگر مخالفین به این نتیجه برسن که شاه تحت فشار آمریکا قرار داره، اوضاع کشور رو از اینی که هست بیشتر به هم میریزن. و در نهایت به شاه توصیه میکنه که با مخالفا برخورد جدی بکنه و اصلا کوتاه نیاد و هیچ نرمشی نشون نده.
نامه دوم که شاید تیر آخره مربوط به مرداد 1357 میشه، یعنی 6 ماه قبل از انقلاب اسلامی. ثابتی همچنان راه نجات ایران رو سرکوب میدونست و خیلی روشن و واضح چند تا پیشنهاد به شاه میده. اعلام حکومت نظامی، انحلال مجلس سنا و شورای ملی، اخراج خبرنگاران خارجی به ویژه بی بی سی از ایران، بستن سفارت آمریکا و بریتانیا توی تهران، برخورد قاطع با روحانیت و دستگیری 1500 نفر از فعالان سیاسی. ثابتی میگه شاه این پیشنهاد رو قبول نمیکنه. برای همینم 2-3 ماه بعد ایران رو برای همیشه ترک میکنه و تا اوایل سال 90 تقریبا نزدیک به 4 دهه هیچ اثری ازش نبوده تا بعد انتشار کتاب در دامگه حادثه برای اولین بار یه مصاحبه‌ای با صدای آمریکا میکنه. حتی بعد از مصاحبهش هم توی انظار عمومی ظاهر نمیشه، تا اینکه توی شهریور 1401 اعتراضات گسترده‌ای توی ایران شروع شد و دامنش به خارج ایران هم کشیده شد. اون موقع بود که ثابتی بعد از مدت‌ها برای اولین بار دیده شد. اون بعد از 44 سال دقیقاً همزمان با 44مین سالگرد پیروزی جمهوری اسلامی در تجمعات علیه رژیم جمهوری اسلامی که در میامی فلوریدا برگزار می‌شد حضور پیدا کرد. ثابتی حالا 87 سالشه و هنوز هم خودش رو وفادار به محمد رضا شاه آخرین پادشاه پهلوی میدونه. با اینکه سال 1350 اسدالله علم و سپهبد ایادی و امیر هوشنگ دولو از نزدیکای شاه اتهاماتی به اون وارد کردن و شکایتش رو پیش شاه بردن و شاه ثابتی رو تهدید به محاکمه نظامی کرد، اما همینطور به کار خودش ادامه داد و سعی کرد علاوه بر مخالفان شاه مچ بعضی نزدیکای شاه رو هم بگیره. ثابتی فساد آدمایی مثل علم، ایادی و دولو رو در مقایسه با فساد بعضی مقامات جمهوری اسلامی حتی بیشتر میدونه و معتقده که علم با انگلیسی‌ها در ارتباط بوده. پرویز ثابتی تو ماجرای محمد مصدق و اختلافش با شاه طرف شاه رو گرفته بود. با اینکه وقتی نوجوان بود و دبیرستانی و از طرفداران مصدق، اما بعد از مدتی از افکار و ایده های مصدق عبور کرده بود. حتی بعدها گفت که مصدق یه دیکتاتور عوام فریب بود، چون هر جا که میتونست برخلاف قانون اساسی و تفکیک قوا عمل میکرد. ثابتی حتی مصدق رو هم یکی از دست نشانده های انگلیس میدونه و اونو با محمود احمدی نژاد مقایسه میکنه. و البته به نقل از کس دیگه ای میگه که مصدق ادعا کرده بود که با عالم غیب در تماس بوده و شخص نورانی در خواب به اون گفته که اقدام به ملی کردن نفت بکنه. ثابتی میگه فقط یه آدم بیمار میتونه چنین ادعایی بکنه که با عالم غیب در ارتباطه. دلیل مقایسه مصدق با احمدی نژاد به همون ماجرایی برمیگرده که احمدی نژاد ادعا کرده بود وسط سخنرانیش تو مقر سازمان ملل اطرافیان شیاله نور دور اون دیدن. ثابتی هم از همین جهت این دوتا آدم رو خیلی شبیه هم میدونست. شاید امیرعباس هویدا تنها آدمی بود که ثابتی نظر مثبتی بهش داشت. هویدا رو یه سیاستمدار قابل اعتماد و مدیر میدونست که هیچ ارتباط مخفی با خارجی‌ها نداشت. ثابتی هویدا رو یه آدم با شرف میدونست، به این معنا که دروغ نمیگفت، توطئه‌گر نبود، دوز نبود. تنها ایرادی که به هویدا میگیره اینه که اهل مبارزه و رویارویی با شاه نبود که بخواد خودش رو با شاه درگیر کنه. با شاه مخالفت میکرد، اما نه اینکه بخواد پافشاری و اصرار کنه. اون یه روایت خیلی ناراحت کننده از یه جلسه با هویدا تعریف میکنه و میگه که یه روزی با هویدا توی دوران نخست وزیریش درباره گروهای چریکی صحبت میکردیم. من میگفتم که اینا همیشه سیانور امراشون دارن و به محض دستگیریشون قورت میدن تا زود بمیرن و مجبور به بازجویی نشن. بعد هویدا گفت تو از این سیانورا رو به منم بده داشته باشم. یه روز ممکنه کودتا یا یه اتفاقی شبیه به اون بیفته و منم لازمم بشه. سال آخر حکومت پهلوی به من گفت با این شیوه که شاه داره میره جلو همه چیز تموم شده. من بهش گفتم اگه حادثه ای رخ بده کسی با شما کاری نداره. این افراد با شاه و نصیری و من و سلسله مراتبم کار دارن. دیگه کسی به شما کاری نداره. منم نمیدونستم که اینطوری میشه و این وحشیا این جنایت رو میکنن. انقلابیا هویدا رو بعد از انقلاب گرفتن و بدون محاکمه اعدامش کردن.
اون موقع مبارزه ساواک فقط محدود به فعالای سیاسی نمیشد. نویسنده و شاعر و خواننده هم خیلی در امان نبودن. توی اون بره ترانه خواننده ها هم خیلی دقیق چک میشد. مثلا این ترانه داریوش اقبالی از نظر ساواک مشکل داشت. بوی گندم مال من، هر چی که دارم مال تو. داریوش با اتهام خوندن همین ترانه با اجازه شاه بازداشت کردند. پرویز ثابتی ادعا کرده موقع بازداشت داریوش توی خونه‌اش بیشتر از 2 کیلو تریاک پیدا کردند. اشرف خواهرش تماس میگیره با ثابتی که داریوش رو آزاد کنید. ثابتی هم توضیح میده قرار بازداشت برای داریوش صادر شده و نمیتونه این کارو بکنه. اشرف از ثابتی میپرسه حالا مگه داریوش چیکار کرده؟ ثابتی هم در جواب میگه توی ترانه‌هاش میخونه رختم از تاول و تنپوش تو از پوست پلنگ. اشرف میگه خب یعنی چی؟ ثابتی هم میگه نمیدونم والا، زن من که رختش از پوست پلنگ نیست. منظور ثابتی این بوده که داریوش داره به خود شماها کنایه میزنه. به هر حال داریوش چند ماهی زندان میمونه و به گفته ثابتی مصرف موادش توی این مدت قطع شده بوده. نهایتاً هم به مناسبت عید نوروز آزاد میشه. این ترانه بوی گندم داریوش هنوزم خیلی محبوبه و یه ترانه انقلابی به حساب میاد، اما حالا مردم اونو به یه امید دیگه گوش میدن. توی همه این 40 سال اخیر داستانه زیادی از خشونت و بیرحمی پرویز ثابتی نقل شده. یه بار مجله ایران شهر در توصیف ثابتی نوشت آدمخوار شکنجهگر. حتی این روایت وجود داشت که ثابتی تو دهن محمود طالقانی از اعضای جبهه ملی اضرار کرده، اما ثابتی گفت هیچ وقت این اتفاق نیفتاده و کلن فقط یه بار طالقانی رو دیده. بعدها هم اعظم طالقانی دختر محمود طالقانی همه این حرفا رو رد کرد و گفت هیچ وقت همچین اتفاقی برای پدرم نیفتاده. بعضیا میگن ثابتی ناخون زندانیا رو میکشید تا به حرفشون بیاره یا سرب داغ توی دهنشون میریخت. خودش میگه اصلا توی کل 20 سال خدمتم حتی از یه نفرم بازجویی نکردم، همیشه کار ستادی داشتم، فقط یه تعداد خیلی کمی از زندانیا رو دیدم. اونم به این دلیل که گاهی بازجوها به متهم وعده میدادن که اگر حقیقتو بگن ممکنه تحت تعقیب قرار نگیرن و آزاد بشن، اما متهمین حرف بازجو رو باور نمیکردن و ترجیح میدادن که از یه مقام بالاتر وعده آزادی رو بگیرن، و برای همین بود که با چند نفر از زندانیا دیدار کردم، مثل کوروش لاشایی، سیاوش پارسانژاد و سیروس نهاوندی از اعضای حزب توده. اونا رو تشویق به بیان حقیقت کردم و بلافاصله هم بعد از مدتی آزاد شدن. ثابتی ادعا میکنه حتی توی حادثه 15 خرداد 42 که آدمایی مثل مهدی بازرگان، یدالله صحابی و محمود طالقانی بازداشت شدن و ساواک بازجویی اونا رو انجام داد، هیچ کدومشون ادعایی درباره بدرفتاری علیه خودشون نکردن. به هر حال ثابتی یه ساواکی و مجبوره که از عملکرد خودش و سازمانش دفاع کنه. اون میگه انقلابی ها درباره تعداد زندانیان سیاسی و تعداد کشته شده ها توی درگیری 15 خرداد اغراق کردن. حتی درباره شکنجه ها هم اغراق کردن. اون مدعی که تعداد زندانیان سیاسی هیچ وقت بیشتر از 3700 نفر نشد. ولی مخالفین داخلی و مطبوعات و سازمانهای چپ میگفتن که بیشتر از 100,000 نفر زندانی سیاسی دستگیر شدن، مخصوصا تو سالهای آخر پهلوی. درباره کشته شده ها هم ثابتی میگه که طی 8 سال یعنی از سال 49 تا 57 از گروه های مختلف 312 نفر کشته شدن که حدود 180 نفر از شریکای فدایی خلق، 85 نفر از مجاهدین خلق و بقیه اعضای گروه های مختلف دیگه بودن. طبیعتاً روشنه که نمیتونیم به این عددها اعتماد 100% داشته باشیم. همونطور که امروز هم نمیتونیم به اعدادی که از تعداد زندانیان سیاسی یا تعداد اعدامهای سیاسی از اول انقلاب تا الان داده میشه اعتماد کنیم. به هر حال بعد از انقلاب 57 خیلی از مقامات دوره پهلوی اعدام شدن و کمتر کسی زنده موند که از شرایط امنیتی و اطلاعاتی دوره پهلوی بتونه به ما اطلاعاتی بده. با توجه به اعدام ارتش بود نصیری و سرلشکر پاکروان، ثبت خاطرات پرویز ثابتی خیلی اهمیت داره. گرچه خیلی ها روی این کتاب حرف و حدیث دارن، انگاری کتابش هم مثل خودش مرموزه.
مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.